مصاحبه حسین حاج آقایی، فرزند مجاهد شهید محمد علی حاج آقایی. حسین حاج آقایی، فرزند مجاهد قهرمان محمد علی حاج آقایی، یه مصاحبه‌ای در مورد شهادت پدرش گفت: قبل از اینکه عزادار باشم، سرفراز و مفتخرم و به همه با سربلندی اطلاع می‌دهم. خیلی خوشحالم که هدف مقدسی داشت و به همان چیزی که می‌خواست رسید. پدرم همیشه به ما سفارش می‌کرد هیچ وقت در مقابل ظلمی که می‌بینید آرام ننشینید. برای رسیدن به هدف باید از بالاترین مواهب بدون چشم داشت و پاداش گذشت. اینها همه در راه انسان شدن است. وی در پاسخ به سوالی در مورد ویژگی‌ها و شخصیت والای پدر قهرمانش گفت: پدرم قبل از انقلاب حدود 12 سال در انتشارات امیرکبیر کار می‌کرد. کتاب‌های سیاسی، مذهبی، رمان، اعتقادی، ملی، فلسفی و منطق را که مطالعه کرده بود حفظ بود. فوق‌العاده آدم پری بود. گیرای فنی بسیار بالایی داشت. از اعتقاداتش برای من حرف می‌زد. پدرم در مورد آخرین عملش می‌گفت: من تشخیص دادم واقعاً دارد ظلم می‌شود. حکومت، نظام، رژیم به من و بقیه ظلم می‌کنند. نمازی که من می‌خوانم، فلسفه نماز یعنی قیام علیه ظلم، اقامه‌اش یعنی همین. من به سمت این هدف می روم. موقعی که دستگیر شده بود، مردم محل و به طور خاص همسایه من بغض کرده و جلوی من گریه می کردند. خیلی دوستش داشتند. آدمی مردم دوست و مردم دار بود. یک بار هم سال 61 دستگیر شد. 6 سال زندان بود. وقتی آمد بیرون، دیسک کمر، آرتروز گردن، سیاتیک پایش عود کرده بود. زخم معده و میگرن داشت. این 20 روز آخر هم وضعیت جسمیش خیلی وخیم بود. در این 20 روز آخر پای راستش بی‌حس بود و ترگیجه داشت. فرزند شهید قهرمان محمد علی حاج آقایی به سفارش و توصیه‌های پدرش اشاره کرد و گفت: همیشه میگفت هر کجا که هستید، در هر سمت و شغلی هستید، هر اعتقادی که دارید، فقط انسان باشید. انسانیت را یاد بگیرید و فقط سعی کنید انسان باشید. فرزند مجاهد قهرمان محمد علی حاج آقایی در پیامی به مردم و نسل جوان گفت: از حقی که دارید دفاع کنید. به قول پدرم که می گفت: همه انسان‌ها طول عمر را دارند. باید دید که عرض عمر را چطوری طی می‌کنند.